در دو دهه اخیر حملات ارتش ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش به عراق از یک سو و اقدامهای جنایتکارانه سنیهای تنروی القاعده و داعش نیز از سوی دیگر و نیز برخی اقدامهایی صورت گرفته توسط تعدادی از کشورهای منطقه در کشتار صدها هزار شهروند عراقی و یتیم شدن میلیونها کودک در این کشور سهیم بودند بر همین اساس مؤسسه نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام که در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی فعالیت می در چند سال اخیر یکی از اصلی ترین اهداف برنامه ها و رسالت های خود را از حمایت از ایتام عراق قرار داده است همکارم علی اکبری گزارش می عراق تقریبا یک میلیون دویست و هزار یتیم را در خود جای داده است این تعداد کودک یتیم دستاورده اتفاقهای مختلفی در دو دهه اخیر در این کشور بحران زده بوده است. از حمله آمریکا و اقدام ضد بشری و تروریستی سنی های تندرو القاعده و داعش گرفته تا دخالت و تحرکات مخفیانه کشورهای منطقه همه و همه در یتیم شدن این تعداد از کودکان عراقی که به واقع یک بحران و فاجعه به شمار می نقش داشتند. با توجه به این بحران مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظم حاج سید صادق حسینی شیرازی دم با تکیه بر راهنمودها و توصیه های معظم الله در چند سال اخیر حمایت از ایتام عراق را سرلوه فعالیت های خود قرار داده و بدون شک میتوان گفت که یکی از فعالترین محسسه های موجود در عراق بوده در این زمینه گام برداشته است. از جمله فعالیت های موثر این مؤسسه طی دو سال گذشته تدوین و آماده کردن پیشنویس قانون حمایت از ایتام عراق و ارائه آن به پارلمان و دولت این کشور بوده که این اقدام مهم با حضور تعدادی از اساتید دانشگاه و کارشناسان صورت گرفته است. در همین حال مؤسسه مسبال حسین علیه السلام با بسیاری از ارگان ها، وزارت خانه نهادها شخصیت های سیاسی و محلی در سراسر عراق همکاری کرده و برای برداشتن گام های بیشتر در این مسیر تلاش کرده است از جمله همکاری های صورت گرفته توسط این مؤسسه با بخشدار های مختلف عراقی بوده است از این رو مؤسسه مصبا حسین علیه السلام میزبان برگزاری دومین مراسم تقدیر از بخشدارهای بخشداری الحسینیه بود در این مراسم که در سالن سمینارهای شهر مقدس کربلا برگزار شد، علاوه بر بخش داران بخشداری الحسینی، تعداد زیادی از شخصیت‌های محلی حضور یافته بودند. نمایندگانی از طرف دفتر مرجعیت شیعه نیز در این مراسم حضور یافتند و در پایان برنامه هم بخش دارند از سوی حجت الاسلام والمسلمی شیخ مصطفی محمدی، مدیر مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام و مدیر مسئول مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام مورد تقدیر قرار گرفته و هدایایی به رسم یاد بود دریافت کردند. بخشدارهای بخشداری الحسینی در چند سال اخیر همکاری خوبی در زمینه محقق شدن منشور حمایت از ایتام عراق با مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام که بنیانگذار این منشور است داشتند. از دیگر برنامه های مهم این مؤسسه در ماه جاری برنامه ریزی و آماده سازی مقدمات لازم برای برگزاری مسابقه فوتبالی دوستانه در راستای اعلام حمایت از طرح منشور حمایت از ایتام عراق بوده است. این مسابقه فوتبال که بین تیم بازیگران سینما و تیم فوتبال شهر هله برگزار می شود، اولین بازی دوستانه از نوع خود خواهد بود. این رویداد روز جمعه 18 فوریه 2022 ساعت 15 به وقت محلی در یکی از سالن‌های ورزشی شهر هله برگزار خواهد شد.